بنام یاد خدا، سلام بر شما. به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه برابر است با 25 سنبله سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز نگاه داریم به چند سرخط. نگرانی ازبکستان از ساخت کانال قشتیپه. شوکت میرزایوف در نشست سران کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان میگوید که استفاده از آب دریای آمو از طریق کانال قشتیپه نظم و تعادل مصرف آب در آسیای مرکزی را تغییر خواهد داد. یک قطره آب را هم از کشور دیگر ما نمیگیریم و نیاز نداریم و نمیخواهیم گرفته باشیم. پس هیچ کشوری انشاءالله پیش نخواهد داشت و با کشور ازبکستان ما روابط بسیار دوستانه و خوبی داریم. مفاد 140 میلیون دلاری ذخایر ارزی کشور در سوئیس. یک عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان میگوید که دارایی افغانستان پیش از سقوط حکومت پیشین منجمد شده بود. من میخواهم این پول با بانک مرکزی انتقال داده شود و بر بنیاد آن ثبات اقتصادی به میان خواهد آمد. تصمیم تازه پاکستان برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی افغان. نخست وزیر موقت پاکستان میگوید مهاجران غیرقانونی افغان حق بودن در پاکستان را ندارند و دوباره به کشورشان بازگشتانده خواهند شد. اگر کسی میخواهد با پاکستان بیاید باید پروسه های قانونی را طی کند و با گرفتن ویزا و اسناد قانونی وارد شود. تلاش امارت اسلامی برای توسعه فعالیت در بندر چابهار ایران. و راهپیمایی های اعتراضی همزمان با یک سالگی جان باختن مهسا امینی. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من صبغه سپهر. رئیس جمهور ازبکستان درباره تأثیرات ساخت کانال قشتیپه برای نخستین بار ابراز نگرانی کرده است. شوکت میرزایوف در نشست سران کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان میگوید که استفاده از آب دریای آمو از طریق کانال قشتیپه نظم و تعادل مصرف آب در آسیای مرکزی را تغییر خواهد داد. هرچند که امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته بود که استفاده از آب دریای آمو از طریق کانال قشتیپه حق افغانستان است. نشست شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین المللی نجات دریای آرال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. رئیس جمهور ازبکستان در این نشست با اشاره به جریان کار احداث پروژه کانال قشتیپه در شمال افغانستان بر تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی تمامی جوانب ساخت این کانال و تاثیر آن بر وضعیت آب دریای آمو با اشتراک امارت اسلامی تاکید کرده است. شما به خوبی می دانید که افغانستان به گونه فعال در حال ساخت این کانال است. فعالسازی کانال قشتیپه ممکن است نظم و تعادل مصرف آب در آسیای مرکزی را به گونه اساسی تغییر دهد. ما بر این باور هستیم که تشکیل گروه مشترک برای بررسی تمامی جوانب مربوط به احداث کانال قشتیپه و تأثیر آن بر استفاده از آب آمودریا با مشارکت انستیتوت‌های تحقیقاتی کشورهایمان به شمول افغانستان ضروری است. امارات اسلامی درباره این اظهارات رئیس جمهوری ازبکستان تا کنون چیزی نگفته است، اما پیش از این استفاده آب دریای آمو را از طریق کانال قشتیپه حق افغانستان دانسته بود و گفته بود که امارات اسلامی نیاز ندارد تا آب کشورهای دیگر را بگیرد. یک قطره آب را هم از کشورهای دیگر ما نمیگیریم و نیاز نداریم و نمیخواهیم گرفته باشیم. پس هیچ کشوری ان شاءالله تشویش نخواهد داشت و با کشور ازبکستان ما روابط بسیار دوستانه و خوبی داریم. باور ماست که آنها طرفدار آبادی و پاسداران افغانستان هستند و در راستا با ما همکار هستند. با این وجود برخی از آگاهان ساخت و ساز کانال قشتیپه و هر گونه کانال دیگر برای استفاده از منابع آبی در کشور را حق افغانستان می دانند. این آگاهان اظهارات اخیر رئیس جمهوری ازبکستان را نوع فشار سیاسی در برابر امارت اسلامی عنوان می کنند. ولی کوچکترین حرکت را که یا حاکمیت انجام داد به خاطر قشتیپه اونا در قصد سر و صداشان بلند شده و ای هم فشار سیاسی هم است که بالای حاکمیت وارد میکنند. برای اولین بار در تاریخ اونا از افغانستان دعوت میکنند که در جلسات روی موضوعات آب در اونجا شرکت داشته باشند. به نظر من این موضوع بسیار مهم است، چون در قدیم در سابق هیچ گاهی از افغانستان
وقت بحث بالای موضوعات آب دریای امو صورت می گرفت از افغانستان اصلا دعوت صورت نمی گرفت. بر بنیاد گزارش سازمان غذا و زراعت ملل متحد یا AFO، تاجیکستان 62%، افغانستان 27%، ازبکستان 6.3%، ترکمنستان و قرغزستان هر کدام 2% از آبهای آمو دریا را تشکیل می دهند که در این میان افغانستان در طول سالیان متمادی نه تنها که از آب خود سودی نبرده است، بلکه بخشی از خاک این کشور طعمه آمو دریا نیز شده است. یک عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان میگوید که دارایی افغانستان پیش از سقوط حکومت پیشین منجمد شده بود. شاه محمد مهرابی در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز میافزاید که 3.5 میلیارد دلار که در بانک در سوئیس نگهداری می شود تا اکنون 140 میلیون دلار مفاد به بار آورده است. آقای مهرابی همچنان در بخش دیگر سخنانش تاکید می ورزد که در 7 ماه نخست سال روان میلادی ارزش 0.9 میلیارد دلار کالا به بیرون از کشور صادر شده است. یک عضو هیئت مدیره صندوق امانی در گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید که دارایی های افغانستان پیش از سقوط نظام جمهوریت مسدود شده بود. شاه محمد مهرابی تاکید میکند که 3.5 میلیارد دلار که به صندوق امانی در سوئیس منتقل شده تا اکنون 140 میلیون دلار سود کرده است. تا حالا درباره این مفاد کدام فیصله نشده است. موقف من بسیار روشن است. من می‌خواهم این پول به بانک مرکزی انتقال داده شود و بر بنیاد آن ثبات اقتصادی به میان خواهد آمد. اما در اینجا شرایط وزارت خزانه داری و خارجه آمریکا هم است که پولشویی و فعالیت ضد مالیاتی نیز کنترل شود و همچنان ارتقای ظرفیت نیز انجام شود. شاه محمد مهرابی می افزاید که برای آزادسازی دارایی های افغانستان نیاز است تا بانک مرکزی کشور اعتماد ایالات متحده و بانک های اروپایی را جلب کند. این باورسازی به خاطر مهم است که تنها آمریکا نیست، شماری از بانک‌های اروپایی نیز است که حدود 2 میلیارد دلار در آن است که باید با بانک مرکزی افغانستان در ارتباط باشد. شاه محمد مهرابی در بخش سخنانش می‌افزاید که ادامه بسته های کمکی سازمان ملل متحد در کشور، افزایش حوالی پولی و استفاده از پول افغانی در داد و ستد از علت های افزایش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی است. عوامل زیاد وجود دارد که بر ارزش پول یک کشور اثر دارد. در افغانستان عوامل متعدد است. یکی آن منع پول های خارجی در داد و ستد و استفاده از پول افغانی در داد و ستد در داخل افغانستان است. همان گونه که شما می دانید بانک مرکزی در این بخش اقدامات قوی را انجام دارد. شاه محمد مهرابی همچنان تاکید می ورزد که از جنوری تا جولای 2023 میلادی به ارزش 900 میلیون دلار صادرات از افغانستان انجام شده که در مقایسه با سال گذشته 3% افزایش یافته است. رهبر امارت اسلامی در سفری به اروزگان به مسئولان دستور داده است تا به چالش‌های شهروندان بر بنیاد شریعت اسلامی رسیدگی کنند. سخنگوی والی اروزگان میگوید که مولوی هبت الله خونزاده در دیدارهای جداگانه با بزرگان قومی و عالمان دین روی حل چالش‌های این ولایت گفتگو کرده است. رهبر امارت اسلامی در سفر به ولایت اروزگان با مقام‌های محلی این ولایت دیدار و از مدرسه‌های دینی این ولایت نیز دیدن کرده است. سخنگوی والی اروزگان می‌گوید که رهبر امارت اسلامی به مسئولان این ولایت دستور داده است تا بر بنیاد شریعت اسلامی و تمامی چالش‌های باشندگان این ولایت به موقع رسیدگی کنند. در سفر که امنیتی ارگان‌ها و قضایی محاکمات ولایتی مسئولین و اداری مسئولین و ټول ته داس فارښتنی وکړي ستاسو د خلکو ستونزې ته پر وخت رسیدګي کوي او ټول خپل مشکلات چې دا هغه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه ته رسیدګي کوي. در همین حال برخی از بزرگان قومی و عالمان دین در اروزگان نیز در دیدارشان با مولوی هبت الله آخوندزاده خواهان توجه جدی امارت اسلامی در بخش های تطبیق پروژه های انکشافی و آموزشی شدند. یاتلون کې نږدې وخت کې به هغه د سړک بیا اساسي رغول ول چې هغه تاسو سره مخکې والي صاحب وعده کړې ده او هغه به انشاءالله شروع کیږي. نور د هغه جان بند او د برېښنا ده انشاءالله دغه برخه کې مخکې مسره ستونزې شریکې شوې وي. همزمان با این برخی از آگاهان حضور رهبر امارت اسلامی در میان شهروندان کشور را یک گام مثبت در بخش اعتمادسازی میان مردم و حکومت می دانند.
دا ډیر ښه زیری دی او امید لرو چې نه یوازې دا چې په اروزګان کې بلکې د سمت شمال ولایتونو کې حتی په ځینې ځایونو کې چې هغلته غونډې وي راڅرګند شي د رسنیو پر مخ تر څو د خلکو درد د خلکو آواز د خلکو مشکلات او ستونزې مخامخ واوري. اروزګان د طالبانو یو ډیر مهم مرکز دی او د هغه ځای سره د طالبانو ځینې مهم مشران هم راغلي دي. شاید د امارت مشر کوشش کوي چې په اروزګان کې د مخالفت مخه ونیسي او اروزګانیانو ته یو څه امید ورکړي. پیش از این رهبر امارات اسلامی به ولایت‌های هرات، فراه، هلمند، زابل، غزنی، میدان وردک و کابل نیز سفر کرده است. نخست وزیر موقت پاکستان میگوید برای جلوگیری از افغانهایی که به گونه غیر قانونی وارد پاکستان میشوند کارشیوه را روی دست گرفتن. انورالحق کاکر میافزاید که مهاجران غیر قانونی افغان حق بودن در پاکستان را ندارند و دوباره به کشورشان بازگشتانده خواهند شد. همزمان با این برخی از فعالان عرصه حقوق مهاجران از حکومت سرپرست میخواهند تا به چالش های مهاجران افغان در پاکستان رسیدگی کنند. نخست وزیر موقت پاکستان اینجا در یک نشست خبری با رسانه ها میگوید که کارشیوه‌ای را برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی افغان به پاکستان روی دست گرفتند. انورالحق کاکر میافزاید که این کارشیوه شامل افغانهای دارنده اسناد قانونی، بدون اسناد و افرادی که هویت و کارت‌های جعلی دارند میباشد. ایلینز جو هن اونکو هم واپس مهاجران غیرقانونی را دوباره از کشور ما اخراج خواهیم کرد، چون آنان حق بود و باش در کشور ما را ندارند. اگر کسی میخواهد با پاکستان بیاید باید پروسه های قانونی را طی کند و با گرفتن ویزه و اسناد قانونی وارد شود. از سوی هم برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند با آنکه زمان اسناد قانونی آنان کم مانده و یا هم تاریخ شماری از اسناد آنها گذشته است، اما حکومت پاکستان سندهایشان را تمدید نمیکند. منګ د پاکستان حکومت، افغانستان حکومت او د یونیسیاري ادارو نه دا غوښتنه کوم چې اول خو تاسو د پاکستان چارواکو اعلی چارواکو سره د پی یو آر کارت باندې کوم افغانانی ولکېږي په دې حواله خبرې وکړي چې دا د آینده نه نیول کېږي. اوس د پاکستان دولت په پلان کې لري چې هغه افغانان چې په غیر قانوني توګه اوسېږي او یا په جعلي اسنادو په پاکستان کې اوسېږي دا ونیسي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي. همزمان با این برخی از فعالان عرصه حقوق مهاجران از مقامهای حکومت سرپرست میخواهند تا به چالشهای مهاجران افغان در کشورهای گوناگون رسیدگی کنند. برای حل مشکلات فرارهای مهاجرین افغان لازم است تا دولت فعلی افغانستان با دولت میزبان و سازمانهای بین‌المللی وارد میز گفتگوی دیپلماتیکی شوه. از سوی هم وزارت مهاجران و عودت کنندگان در شبکه اجتماعی اکس نوشته که حدود 172 افغان از زندانهای کویته پاکستان آزاد و به تاریخ 22 و 23 سنبله به کشور بازگشتند. پس از نشر ویدیوی لطکوب یک دانش آموز از سوی آموزگارش در ولسوالی شیرینتگا به فاریاب، مسئولان محلی این ولایت از بازداشت عاملان این رویداد خبر می‌دهند. در این نوار تصویری احسان الله که دانش آموزی مدرسه دارالحفاظ روستای کوی سیاد ولسوالی شیرینتگا فاریاب است، از سوی آموزگارش لطکوب می شود. نشر این نوار واکنش های جدی کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت. پس از واکنش های گوناگون اکنون مسئولان محلی فاریاب از بازداشت این آموزگار خبر می دهند. استاد دارالحفاظ شاگرد خود را لطکوب می کند. بعد از اینکه مجاهدین آگاه شدن رفته استاد بازداشت کردن، فعلا استاد تحت بازجویی قرار دارد. شماری از شهروندان، عالمان دین و استادان دانشگاه لطکوب دانش آموزان در مکتب ها و مدرسه ها را خلاف آموزه های اسلامی می دانند. اطفالی که هر چقدر امروز که مورد ضرب شد می او چنانی که ما شاهد شدیم امروز شاهدش هستیم قرار بگیرد، در آینده یک افراد خشین در جامعه تقدیم میشه. اکثرا در مکاتب و مدارس افغانستان و اکثرا در خانواده های افغانستان با طفل به شکل خشونت آمیز رفتار میشه که خود باعث از این میشه که یک طفل ما در آینده یک مجرم تریا میکنیم. در همین حال سخنگوی امارت اسلامی نیز میگوید که لطکوب دانش آموزان در مکتب ها و مدرسه های کشور ممنوع است و عاملان این گونه رویدادها بازداشت و به کیفر خواهند رسید. در این راستا راهنمودهای وجود داره و همچنان اصول و نظم مدارس وجود داره که در جایگاه لطکوب وجود نیست و همچنان ممنوع است
اگر کسی چنین کار بکنن مجازات میشه. بر بنیاد معلومات مسئولان محلی رویداد لتکوب این دانش آموز در ولسوالی شیرینتگاب فاریاب نزدیک به 6 ماه پیش رخ داده بود، اما در روزهای پسین در شبکه‌های اجتماعی همگانی شد. این در حالی است که پیش از این نیز از لتکوب دانش آموزان در مکتب‌ها و مدرسه‌های کشور نگرانی‌های مطرح شده بود. به ادامه خبر 6 باز هم خوش آمدید. مسئولان در امارت اسلامی میگویند که به هدف زیانمند نشدن بازرگانان کشور و متکی نبودن به یک مسیر ترانزیتی، تلاشهایشان را برای توسعه فعالیت بندر چابهار ایران افزایش دادند. سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که با بلند رفتن ظرفیت در بندر چابهار و فعال شدن خطوط آهن این مسیر با افغانستان، مشکلات بازرگانان تا حد زیادی حل خواهد شد. با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز میگوید که با حل چالش‌های موجود در بندر چابهار، روند تجارت و ترانزیت بین المللی افغانستان نیز توسعه بیشتر خواهد یافت. چالش‌های مرزی در گذرگاه تورخم که 9 روز را در بر گرفت و بازرگانان از بهر مسدود ماندن این مسیر زیان‌های هنگفت مالی را متقبل شدند، اکنون مسئولان در امارات اسلامی می‌گویند که برای بلند رفتن ظرفیت فعالیت بندر چابهار تلاش‌هایشان را افزایش دادند. سخنگوی امارات اسلامی می‌گوید که با بلند رفتن ظرفیت در این بندر، افغانستان از متکی بودن به یک کشور رهایی خواهد یافت. در پل باید بگم که ما در تلاش نهایی هستیم تا با تجارای ما که زیان وارد میشه جلوی آن رو گرفته شود و متکی نباشیم با یک کشور و یک مسیر و یک راه. و در عموم عالم چابهار فعال است. چابهار یعنی ظرفیتش که چقدر هست، رفت آمد تجارا و ترانزیت و مال جریان داره. برنامه های تجارتی امارات اسلامی افغانستان تنوع محور است. وزارت صنعت و تجارت تمام برنامه ها را به صورت موازی پیش میبرد. نیت ما روابط نیک، دوستانه و متکی به منافع اقتصادی و حسن همجواری است. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز بندر چابهار را برای توسعه مبادلات بازرگانی و ترانزیت بین المللی با اهمیت می داند. رئیس دارالانشاء این اتاق تاکید می ورزد که با حل چالش های موجود بازرگانان در این بندر، با ایجاد سهولت ها بازرگانان از این مسیر استفاده زیاد خواهند کرد. به خاطر رفع مسائل تکنیکی چابهار باید حکومت جدید یا امارت اسلامی هرچه عاجلتر به کار شود تا ما داشته باشیم یک رای بدیل. بدیل به معنای ازی که ما همیشه تجارت ما و ترانزیت ما، صادرات ما همیشه شکار مسائل سیاسی میشه با ممالک همسایه. بندر چابهار برای رسیدن به بازار هندوستان به صورت اختصاصی و همچنان ترانزیت کالای هندی از طریق افغانستان با آسیای مرکزی بسیار اهمیت داره. این در حالی است که پیش از این مقام های اداره راه آهن افغانستان از تکمیل شدن هر چیزوتر پروژه راه آهن چابهار نیمروز که همکنون کار ساخت ساز آن در خاک ایران جریان دارد خبر داده و این پروژه را یکی از اولویت های بنیادی این اداره برای توسعه تجارت و ترانزیت و همچنان ایجاد سهولت ها در حمل و نقل کالاهای بازرگانی میان کابل و تهران خواندند. و پایان خبر 6 رسیدیم. خدا نگهدار.